وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من الناز کیانی. سرخط خبرها. در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با من. تهدید کشورهای اروپایی از سوی خامنه ای در مراسم تنفیذ پزشکیان. رهبر جمهوری اسلامی حقوق بشر را جعلی خواند و به اروپایی ها گفت رفتارتان را فراموش نمی کنیم. تأکید پزشکیان بر بازگرداندن عزت از دست رفته ایرانیان. رئیس جمهور گفت زمان پاسخ دادن به انتظارات مطرح شده در انتخابات فرا رسیده است. واکنش‌ها به حمله حزب الله لبنان به زمین بازی کودکان در شهرک مجدل شمس اسرائیل. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید موشک‌های استفاده شده از نوع فلق و ساخت جمهوری اسلامی است. تعطیلی و خاموشی ادارات، بانک‌ها و بخش‌های مهم کشور در روز یکشنبه. مدیرعامل سازمان توانیر میگوید 20% از مردم زیاد برق مصرف می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتقاد روزنامه‌ها از لباس تیم المپیک ایران. پیام ما لباس تیم ایران در المپیک پاریس را رژه بی سلیقگی خواند. روزنامه جمله از شرمساری نوشت. خوش آمدید. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با حضور علی خامنه‌ای برگزار شد. در مراسم امروز پزشکیان ضمن تشکر از خامنه‌ای خواستار ادامه حمایت رهبر جمهوری اسلامی از او شد. علاوه بر رؤسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور، سعید جلیلی، حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی، علی لاریجانی و حسن خمینی از کسانی بودند که در مراسم تنفیذ شرکت داشتند. علی خامنه‌ای در ادامه تعیین اولویت‌های سیاست خارجی گفت کشورهای اروپایی را در اولویت سیاست خارجی قرار نداده، چرا که در زمینه تحریم‌ها و حقوق بشر بد رفتار کردند. ما البته اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعضی از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم، نه. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر نمی کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنم. علی خامنه‌ای در سخنرانی مراسم تنفیذ تأکید کرد که او به موضوعات فرهنگی حساس است، اما اکنون اولویت با موضوعات اقتصادی است. توصیه بعدی رعایت اولویت هاست. ما البته می‌دونن همه بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم. مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه چی اهمیت داره. لکن امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است. علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به سخنان امروز خامنه‌ای بپردازیم. در مراسم تنفیذ فکر کنید چه تصویری از دولت مطلوب خامنه‌ای از این سخن‌ها میتونیم تصور بکنیم؟ بله، وقتی تصویر علی خامنه‌ای رو از در واقع دولت آینده امروز می‌بینیم، باید بگیم همون همیشگی، یعنی هیچ چیزی برای علی خامنه‌ای تغییر نکرده. علی خامنه‌ای همچنان در حوزه سیاست خارجی همون مسیر رفته که این تحریم‌ها رو ساخته، همون مسیر رفته که این انزوا رو ساخته و اتفاقا اصرار می‌کنه که باید در این حوزه بیشتر رفت جلو، در این سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی یا شرکایی مثل روسیه و چین یا تقابل با همین اروپا و اینها، در واقع تشدید این مسیر هست. از سمت دیگر هم
وقت تاکید میکنه که اولویت امروز اقتصادی با توجهی که تمام مسائلی که ریشه اصلی این مصیبت هاست قرار تغییر بکنه، یعنی اینکه آقای پزشکیان مجبور هست با وجود همین تحریم ها در واقع با همون سیاست های کلیواژ های همیشگی مدیریت جهادی تکیه بر تولید داخلی و همین چیزهایی که واقعا هیچی از توش در نمیاد و خود پزشکیان هم در ایام انتخابات گفت که بدون رفع تحریم ها اینها محقق نخواهد شد، باید با همونها در واقع کشور اداره بکنه. وقتی هم که میگه در حوزه فرهنگی برای من مهم هست اما اولویت اقتصادی، یعنی که حتی اون وعده های اندکی که پزشکیان تو اون حوزه ها داده مثل فیلترینگ، مثل قصدی حجاب، اونها هم نباید پیگیری بکنه، برای اینکه باید تمرکز بکنه روی یه چیزی که علی خامنه‌ای ازش میخواد. علی خامنه‌ای ازش میخواد که کاری به سیاست خارجی نداشته باش، کاری به حوزه فرهنگی نداشته باش، این مسئله اقتصادی رو با وجود همه سیاست های مخرب آلاسی که من اجرا میکنم رو باید تو مسئله رو حلش بکنی. در واقع چیزی که نه از پزشکیان از نوبل اقتصاد هم بر نخواهد اومد، به خاطر اینکه تمام این مسائل ریشه در نابسامانی اجتماعی داره. بحث فساد گسترده رو اصلا مطرح نکرده، اصلا اونو مشکل نمیبینه. بحث تحریم ها سر جاش بمونه، نارضایتی مطالبات مساج بمونه، یعنی هیچی رو ما پاسخ نخواهیم داد، هیچی رو عوض نخواهیم کرد، ولی در این حال شما باید مسئله اقتصاد کشور رو حل بکنید. خب اینطور که ارزیابی نشون میده، یعنی که در سخنان خامنه‌ای ما هیچ نشانی از تغییر نمیبینیم، بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم که هیچ تغییری در نوع حکمرانی هم وجود نخواهد داشت. ببین دقیقاً همینه، یکی از دلایلی که پزشکیان برای کسی مثل خامنه‌ای جذابیت داشت همین بود که پزشکیان میتونه طبقه ای از جامعه رو که ناراضیان حکومت هستن رو به پای صندوق رأی بیاره، از اونها رأی بگیره، یعنی یک مخالف مثلا فرض کنید برانداز تبدیل بکنه به یه مخالفی که حالا شاید در چارچوب این امیدوار بشه، یه بخشی از تحلیل داخلی رو مرتفع بکنه، در این حال هیچ امتیازی هم نده، نه هیچ در واقع تغییر در مدل حکومتی چه نخواهد شد. خود پزشکیان هم بارها اشاره کرده که در بسیاری از حوزه فاقد اختیار هست و تاکید هم میکنه که قراره که در واقع چارچوب های تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی رو پیاده بکنه. خب با این شرایط همین اول کار میشه گفت که ما هیچ انتظار هیچ تغییری در مدل حکومتی نخواهیم داشت و نباید هم داشته باشیم. چیزی که در واقع باید بشینیم 4 سال نگاه بکنیم اینه که چطور میشه ریشه اصلی همه مشکلات نایده گرفت، به اونها نپرداخت و در این حال نارضایتی مردم کاهش پیدا بکنه. من فکر میکنم انتهای این 4 سال با همین شیوه که از الان داریم میبینیم، این سنگ بنایی که از همین روز اول گذاشته شده، چیزی که خواهیم دید ناامیدی همون بخشی از مردمی هستن که یک بار دیگه شاید اعتماد کردن به صندوق رأی و پزشکیان رأی دادن. متشکرم از شما علی حسین قاضی زاده، همکارم اینجا در استودیو همراه من. آزادی دواچی فعال حقوق بشر و زنان میگوید سخنان پزشکیان در قبال زنان به عنوان نیمی از جامعه شعارگونه است و شرایط زنان تحت سیاست های کلی جمهوری اسلامی خوب نیست و به سمت بدتر شدن هم پیش خواهد رفت. صرف این که دخترت رو همراه خودت ببری در در برنامه های انتخاباتی، این نشوندهنده این نیست که تو داری به وضعیت زن اهمیت میدی. در کجای برنامه هایی که نوشت در واقع شما ارائه دادی این مسئله مطرح شد که مسئله بارداری های اجباری زنان، مسئله شغل زنان که بسیار از زنان در ایران با این مسئله روبرو هستن که دارن شغلشون رو از دست میدن و دارن دست و پنجه نرم میکنن برای پیدا کردن مشاغل مناسب به خصوص بعد از مادر شدن. مسئله زنکشی که در ایران به صورت در واقع سعودی در به خصوص در امسال به طرز سعودی بالا رفته و اینها نشون دهنده میزان خشونت در جامعه هستش که دولت ایران حتی نتونسته کوچکترین کاری برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی و زنکشی در ایران انجام بده. در عوض داره زنان رو در واقع سیاست‌های دولت داره به سمت کودک همسری، بیلبورد هایی رو در سطح شهر داریم میبینیم که تشویق کرده زنان رو که زودتر دخترانی که زودتر مثلا ازدواج کنن تو باید زودتر ازدواج کنی تو کارت اینه. مسعود پزشکیان در سخنرانی مراسم تنفیس ریاست جمهوری با اشاره به کسانی که انتخابات را تحریم کردند گفت همه از این دولت انتظار تحول دارند. آنان که به من یا به نامزدهای رقیب رأی دادند و یا حتی از سر دغدغه‌مندی و نقد و اعتراض وارد عرصه انتخاب نشدند انتظار تحول را پیش روی نظام
من و دولت آینده نهادند که زمان پاسخگویی به آن از امروز عملا آغاز می شود. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنرانیش رسالت و مسئولیت دولت 14 را تحقق سیاست‌های علی خامنه‌ای دانست. من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز تعهد به اون چشمندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می کردیم. اگر ما این چشمانداز را بپذیریم که عمل بکنیم و هم قسم بشیم چارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی کنیم، کشور ما بدان جایی خواهد رسید که برترینیم و بهترینیم و بالاترین. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در حالی برگزار شد که محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، دو تن از رؤسای جمهور پیشین جمهوری اسلامی، هم حضور نداشتند. در این مراسم علاوه بر رؤسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و معاون اول ریاست جمهوری، اما سعید جلیلی، حسن روحانی، صادق عاملی لاریجانی، علی لاریجانی و حسن خمینی حضور داشتند و از کسانی بودند که در مراسم تنفیذ حاضر بودند. محمد جواد ظریف و محمد جواد آذری جهرومی هم در میان مهمانان دیده می شدند. علی شیرازی همکارم جو در استودیو با من همراه شده که بیشتر این مسئله بپردازیم. به نظر می رسید که پزشکیان با متنی که برای خوندن آورده بود سر مشکل داشت، نداشت؟ دو چیز در این مراسم تنفیذ در مورد پزشکیان خیلی به چشم خورد. اول کچلوار پوشیدنش بود، یعنی نشون داد که انتقاداتی که مردم از کاپشن پوشیدنش می‌کردن اثر گذاشته، کچلوار پوشیده. اون نکته دوم همین متنی بود که می‌خوند، یعنی خود متن به شدت ضعیف بود، اما همین متن ضعیف رو هم معلوم بود که آقای پزشکیان دوباره روش نخونده پیش از اینکه بیاد اون رو بخواد در مراسم عمومی بخونه. انقدر این متن در واقع برای خوندنش برای آقای پزشکیان سخت بود که هر جمله رو یا بعضی وقتا یکی دو بار میخوند تا پیدا کنه ته جمله چیه. بعضی وقتا هم که اصلا کاملا ولش میکرد و شروع میکرد از خودش حرف زدن، به روش سابق نهج البلاغه میخوند، قرآن میخوند، اونا رو هم از بس استرس داشت عوضی میخوند، مجبور بود هی اصلاح بکنه. همه اینها نشون میداد که فشار زیادی رویشه و چون عادت نداره که از روی متن بخونه و همیشه همجور هیئتی صحبت کرد و حرف زد و گذشته، اینجا هم در نهایت حتی ته سخنرانی رو گم کرد که باید چجوری ببنده و بنابراین همونجور به حالت محاوره‌ای و عامیانه تهش رو بست و رفت نشست. و حواشی این جلسه چی بود به نظرت؟ دو تا حاشیه مهم داشت. حاشیه اولش این بودش که مواردی رو که پزشکیان در سخنرانیش بهش اشاره کرد، علی خامنه‌ای هیچ توجهی بهش نکرد. مثلا پزشکیان از آمار پایین مشارکت در انتخابات گفت که خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای بهش نکرد. از بهبود تلاش برای بهبود وضعیت بد ایرانیان گفت که اون را هم باز خامنه‌ای بهش هیچ اشاره‌ای نکرد. یک سری وعده‌ها رو شروع کرد دادن، بعد انگار که یادش میافتاد که خب علی خامنه‌ای اونجا نشسته و همه چی وابسته به اونه، بنابراین بلافاصله شروع میکرد که نه ما اومدیم که در واقع برنامه‌هایی رو که رهبر جمهوری اسلامی مشخص کرده در برنامه توسعه هفتم اونها رو اجرایی بکنیم. و نکته حاشیه دیگه‌ش هم همین عدم حضور رؤسای جمهور سابق احمدی نژاد و خاتمی بود و جای نشستن همراهان پزشکیان که آذری جهرومی تقریبا دم در رو زمین نشسته بود، ظریف رو هم اون وسط مسطای جا انداخته بودن که به زور کلش فقط پیدا بود و مشخص بود که ارزش و احترامی براشون قائل نشدن. ضمن اینکه مهمانان خارجی، زنان خارجی که در این مراسم حضور داشتن حجاب راحت تری داشتن و در میان مردان نشسته بودن، در حالی که زنان وابسته به جمهوری اسلامی همه چادر سرشون بود و بعضی حتی تا بینیشون رو هم پوشونده بودن و اونها جدای از مردان نشسته بودن. این نکاتی بود که در واقع در این مراسم جلب نظر میکرد. متشکرم. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. در خبری فوری، پس از پایان مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان در حکمی، محمد رضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد. عارف پیش از این معاون اول محمد خاتمی بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با تهدید کشورهای اروپایی از سوی خامنه ای در مراسم تنفیذ پزشکیان. رهبر جمهوری اسلامی حقوق بشر را جعلی خواند و به اروپایی ها گفت رفتارتان را فراموش نمی کنیم.
تاکید پزشکیان بر بازگرداندن عزت از دست رفته ایرانیان. رئیس جمهور گفت زمان پاسخ دادن به انتظارات مطرح شده در انتخابات فرا رسیده است. حمله موشکی حزب الله لبنان به زمین فوتبال کودکان در مجدل شمس بلندی‌های جولان واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت راکتی که حزب الله در حمله به یک زمین فوتبال کودکان استفاده کرده راکت فلق یک ساخت جمهوری اسلامی است. بنیامین نتانیاهو هم هشدار داده حزب الله لبنان برای این حمله بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. ترامپ و نمایندگان کنگره آمریکا خواستار برخورد با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی شدند. این زمین فوتبال در روستایی در بلندی‌های جولان که تحت کنترل اسرائیل است قرار دارد. این منطقه استراتژیک تنها 70 کیلومتر تا شهر حیفا که مرکز صنعتی اقتصادی شمال اسرائیل است فاصله دارد. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای هر گونه ارتباط با این حمله را رد کرده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده این موشک از محلی به فرماندهی علی محمد یحیی از منطقه در شمال روستای شبعه در جنوب لبنان به سوی بلندی‌های جولان شلیک شده. بنا به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل کلاهک راکت فلق یک حامل 50 کیلوگرم مواد منفجره بوده است. همزمان با افزایش تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل، عبدالله بو حبیب وزیر امور خارجه لبنان میگوید حملات گسترده اسرائیل به حزب الله به یک جنگ منطقه‌ای می‌انجامد. پیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل هم هشدار داده بود که این کشور در حال نزدیک شدن به لحظه جنگ همه جانبه علیه حزب الله و لبنان است. حمله موشکی حزب الله لبنان صبح یکشنبه به زمین فوتبال کودکان در مجدل شمس بلندی‌های جولان و با موشک‌های ساخت جمهوری اسلامی به کشته شدن 12 نفر از جمله چند کودک منجر شد. همکارم اشکان صفایی از مجدل شمس با ما همراه شده. توی محل هستی الان اشکان، چه می‌بینی؟ خب من الان در همونطوری که می‌بینی دقیقاً گفتی در محلی هستم که این راکت فلق به گفته ارتش اسرائیل فلق یک دیشب ساعت 6:18 عصر به اینجا خورد. من کنار میرم که فیلمبردار من بتونه نشون بده. اینجایی که میبینید دقیقاً محلی هست که راکت خورده. 18:18 وقتی که آژیر خطر به صدا در میاد کودکان سعی میکنن از این محل خارج بشن، از اینجا و به سمت پناهگاهی برن، پناهگاه کوچکی که کنار این زمین بازی هست. اما باید گفت فقط 7 ثانیه وقت داشتن و موفق نمیشن تقریبا هیچ کدومشون به اونجا برسن. میبینید همچنان دوچرخه هایی که روی زمین سوخته و کودکانی که اینجا هستن دوستانشون دیروز در اینجا بودن، شاید خودشون هم در اینجا بودن زمانی که این راکت به اینجا برخورد کرده. در هر صورت اونها موفق نمیشن به در واقع به اون پناهگاه برسن. راکت به اینجا میخوره، منفجر میشه. 12 نفر رو ما تا الان میدونیم که در جریان این حمله کشته شدند. کشته شده ها اونهایی که تا الان اسمشون اعلام شده همشون کودکان و نوجوانان 10 تا 18 ساله هستند. یکی از اونها هنوز جسدش هم پیدا نشده که این نکته هست که بسیار دارن در اسرائیل بهش توجه میکنن. مشخص نیست در کدام بیمارستان یا سردخانه است. و 3 نفر از نزدیک به 30 نفر زخمی هم همچنان در شرایط بسیار حادی هستند. اما در این جایی که من بودم میشد خشم مردم را هم دید. همین دقایقی پیش یکی از در واقع ساکنان مجدل شمس داشت با یکی از شبکه‌های تلویزیون اسرائیلی مصاحبه میکرد، فریاد میزد، میگفت که باید حساب ما هم مانند حساب تل‌آویو باشه. همون جوری که به گفته او برای کشته شدن 1 نفر در تل‌آویو با پهپاد حوثی‌ها اسرائیل بندر حدیده رو بمباران کرد، باید بلای این چنینی هم بر سر حسن نصرالله و بر سر حزب الله لبنان بیاره. اشکان، بنیامین نتانیاهو به هشدار داده که حزب الله بابت این حمله بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. میدونیم واکنش اسرائیل چه میتونه باشه؟ خب نتانیاهو همین دقایق پیش هواپیماش در اسرائیل هم به زمین نشست. قرار 2 ساعت دیگه اول
یک نشستی داشته باشه با فرماندهان نظامی، رؤسای نهادهای امنیتی اسرائیل و بعد از اون کابینه اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد. هر روز ما دقیق نمیدونیم که واکنش چه خواهد بود. گزینه‌هایی مطرح شده از جمله حمله به در واقع زیرساخت‌هایی در لبنان، کاری که تا الان اسرائیل نکرده در 10 ماه گذشته، اما حمله به زیرساخت‌هایی در لبنان که میتونن استفاده دوگانه داشته باشند، هم برای شبه نظامیان حزب الله و هم برای به صورت غیر نظامی برای دولت لبنان، چیزی مثلا مثل جاده ها یا زیرساخت های دیگر. باید گفت که همزمان از اون طرف در واقع از لبنان هم خبر میرسه. رویترز خبر داده به نقل از منابعی که حزب الله لبنان داره تمام ساختمان های استراتژیک، اماکن استراتژیک خودش رو هم در جنوب لبنان و هم در دره بقاب در شمال شرق لبنان، بیش از 100 کیلومتر با مرز فاصله داره، تخلیه میکنه. در این طرف هم باید گفت که در واقع موارد ایمنی بیشتر شده، از جمله مثلا در دانشگاه حیفا یک ساختمان 30 طبقه هست که الان رئیس دانشگاه از در واقع کسانی که در دانشگاه هستن خواسته که بالاتر از طبقه 5 اون نرن. متشکرم از تو اشکان صفایی همکارم همراه ما. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هوای تهران صبح امروز در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفت. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی و با توجه به گرمای شدید هوا، احتمال افزایش آلاینده اوزون و آلودگی بیشتر هوای تهران وجود دارد. روز گذشته هم در پی افزایش آلاینده‌ها، شاخص هوای تهران به 183 رسید و وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، کولبر جوانی به نام ناظم سفری 26 ساله در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی نوسود کشته شد. هنگاو همچنین از زخمی شدن چند کولبر دیگر به دلیل تیراندازی نیروهای مرزی خبر داده. روز دوشنبه اول مرداد ماه هم کولبر دیگری به نام احسان نوروزی 25 ساله با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی مریوان کشته شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش‌ها درباره تولید 30 تا 40 فیلم غیرقانونی و بدون پروانه به دلیل کشف حجاب بازیگران زن را تکذیب کرد. محمد مهدی اسماعیلی با تاکید بر لزوم پایبندی به موازین جمهوری اسلامی گفت آثار سینمایی که بازیگر آن کشف حجاب بکند مجوز ساخت نمیگیرد و اگر غیر قانونی ساخته شود مجوز نمایش نخواهد گرفت. تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به دلیل موج جدید گرما در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. سخنگوی صنعت برق اعلام کرد کم کردن درجه کولر به 24 درجه به تنهایی 20% مصرف را کاهش می‌دهد. مدیر عامل شرکت توانیر ثبت نیاز مصرف 79 هزار مگاواتی برق را بی سابقه خواند. این سخنان در حالی گفته شده که مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران در سال 84 گفته بود انتظار می رود تا سال 94، یعنی 9 سال پیش، مصرف برق به 80 هزار مگاوات برسد. مدیر عامل شرکت توانیر ایران می گوید 20% از مردم در استفاده از مشترکان برق پرمصرف هستند. مصطفی رجبی مشهدی گفته از میان این افراد هم 2 تا 3% بسیار پرمصرف هستند که چندین برابر سایرین برق مصرف می کنند. سخنگوی صنعت برق نیاز مصرف برق کشور را 79 هزار مگاوات اعلام کرده که نسبت به سال گذشته بیش از 6 هزار مگاوات افزایش داشته است. افزایش شدید دمای هوا و کمبود برق موجب تعطیلی ادارات و بانک‌های سراسر کشور در روز یکشنبه شده است. استاد دانشگاه شریف در گفتگو با ایلنا مقصر بحران کنونی تأمین برق را فقدان برنامه ریزی درست در وزارت نیرو دانست. هاشم اورعی میگوید همه مقصرند غیر از مردم، چرا که تمام تمرکز روی تولید بوده و مصرف را کنار گذاشته ایم، در حالی که ابتدا باید مصرف بهینه شود. قطعی برق در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد. روز گذشته گزارش شد برق مناطق غربی تهران از جمله چیتگر 12 ساعت قطع بوده است.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما همراه شدن. آقای غیبی، مدیر عامل توانیر ایران گفته که 2-3% مردم جزء مشترکان بسیار پرمصرفن. چقدر از مشکل تامین برق کشور مربوطه به این مشترکانه؟ نمیشه مشکل برق رو معطوف کرد به مشترکان پرمصرف یا صنایع اساسا به مصرف کننده ها مربوط. مشکل برق یک مشکل اساسی در حوزه تامین برق و انباشت بی تدبیری و بی مسئولیتی سالهای گذشته است که به اینجا رسیده. امروز اگر ما داریم از ناترازی حرف میزنیم، یعنی اینکه برای رفع ناترازی همین امسال نیاز مند 6 میلیارد دلار سرمایه هستیم و این در یک سال هم برطرف نمیشه. همین میزان سرمایه 4 سال زمان خواهد برد تا بتونه برق مورد نیاز و ناترازی امسال رو جبران بکنه. حالا هر سال ما شاهد خواهیم بود که یک تقاضای جدید ایجاد میشه، بنابراین هیچگاه اون نقطه صفر ناترازی شکل نمیگیره و همواره مصرف جلوتر از تولید خواهد بود و این هم برمیگرده به ساختار معیوب در توسعه ایران، اینکه به بهره‌وری توجه نشده، اینکه سرمایه گذاری صورت نگرفته، بهسازی و نوسازی در شبکه تولید و توزیع برق صورت نگرفته. بخش زیادی از سیستم توزیع برق کشور برمیگرده به قبل از سال 57 و اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال بسیار بالاست. در داخل خانه ها ما در حوزه دستگاه‌هایی که مصرف میشه، کولرها، افزایش بحثش شدت مصرف انرژی رو داریم و در کنار اون عایق نبودن خونه‌ها و غیر اصولی بودن سازه‌ها و ساختمان‌ها هم هدر رفت انرژی رو دنبال میشه. یک چرخه بسیار معیوبی از ساخت و ساز خونه گرفته تا بحث مصرف و فرهنگ مصرف در بین مردم تا حوزه تولید و توزیع، اینها در کنار هم باعث بروز شرایط امروزی شده و نمیشه مردم رو مقصر دونست. مردمی که خب باید اساساً اگر قرار هنگسازی هم صورت بگیره از رأس هرم و از حاکمیت شروع بشه، از ادارات دولتی تا به مردم و در نهایت که اتفاقی شکل بگیره، آنچه که مسلم مردم در این بین هیچ تقصیری ندارن. صرفه‌جویی مردم از طرف آقای غیبی در این میان، در این معادله کجا قرار میگیره؟ چقدر میتونه کمک بکنه به نوعی حل بحران تامین برق در کشور؟ شاید امروز بشه با صرفه‌جویی و حداقل یک عددی رو من دیدم مدیر عامل توانیر اعلام کرده که اگر مردم دمای سیستم سرمایش خودشون رو 24 بگذارن، 20% از مصرف برق کشور صرفه‌جویی میشه و شاید همین اتفاق بشه این مشکل امروز رو رفع کرد. اما فراموش نکنیم همون بحث بهینه نبودن سازه ها، ساختمان ها و فرهنگ غلط مصرف رو داریم، در کنار اینکه اگر قرار باشه مردم یک همراهی با سیستم بکنن، اون سیستم باید در نگاه مردم یک مقبولیت و مشروعیتی داشته باشه تا مردم بتونن همراهی بکنن. چه بسا در بعضی جا مردم خب به نشانه اعتراض مصرف رو هم بالاتر ببرن، حتی اگر منجر به وارد اومدن آسیب و قطعی برای خودش بشه. بنابراین اون شاید برای این روزهایی که مصرف برق در کشور داره بیداد میکنه و ناترازی به اوج خودش رسیده و بحران برق کشور رو داره متلاطم میکنه، شاید بشه با کاهش مصرف 20% ناترازی رو حل کرد. اما عرض کردم این همراهی مردم نیازمند فاکتورهای بسیاریه که جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اون فاکتورها رو نداره. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما، متشکرم. المپیک پاریس در حالی برگزار می شود که فرانسه در سالهای اخیر سابقه حملات تروریستی مرگباری را از سر گذرانده. ساعتی پیش از آغاز بازی های المپیک آتش سوزی در مسیر قطارهای سریع السیر قطارها را مدتی از کار انداخت. همچنین تهدید حمله های سایبری که از سوی روسیه و کشورهای در خاورمیانه ساماندهی می شوند بر سر شهر سایه انداخته است. به محصه که ارتباطمون با نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس برقرار بشه، حتما در ارتباط با جزئیات بیشتر آنچه که در فرانسه در جریان هست
پرسش خواهیم کرد. بشنوید که رستورانی در بارسلون در اسپانیا در صدر فهرست 50 رستوران برتر جهان قرار گرفته. اگر از علاقمندان رستوران های ستاره دار هستید و امیدوارید که یک میز در رستوران این رستوران رزرو بکنید، ممکن هست که ناامید بشید، چرا که لیست انتظارش به یک سال میرسه. کیمیا قربانی گزارش میده. رستوران دیسفروتار به معنی لذت بردن در شهر بارسلونا است و یکی از بهترین رستوران های جهان به حساب می آید که برای اولین بار ستاره میشلن را در سال 2015 دریافت کرد. در سال 2017 دومین ستاره و سال گذشته سومین ستاره میشلن را نیز دریافت کرد و 3 ستاره شد. پستوی کروی پسته با مارماهی یکی از غذاهایی بود که باعث شد موفقیت این رستوران محدود به 3 ستاره میشلن نباشد و در نهایت به صدر 50 رستوران برتر جهان رسید. سه سرآشپز این رستوران به همراه 75 نفر دیگر سخت کار می‌کنند تا بشقاب‌های بی‌نظیر را بر سر میز مشتری‌هایشان ببرند. مثل همین غذا که نامش خیلدا است، برگرفته شده از یک غذای سنتی اسپانیایی. یک عدد زیتون و یک تکه کوچک از ماهی آنچوی اروپایی. Desde que hemos tenido el premio, la verdad que el tema de reservas pues از زمانی که ما جایزه رو دریافت کردیم، رزروها در حال افزایشه. قبل از اون ما یک لیست انتظار 7 یا 8 ماهه داشتیم. الان تقریبا افراد باید یک سال در لیست انتظار بمونن و این واقعیت که وقتی مشتری به بهترین رستوران دنیا میاد، مثل اینه که با دیدگاه متفاوتی میاد. اونها توقع دارن که بسیار شگفت زده بشن. بنابراین این بدان معناست که تلاش ما باید خیلی خیلی زیاد بشه تا بتونیم بهترین بمونیم. اگر علاقه‌مند به خوردن این زرده‌های شیرین تخم مرغ که آغشته به طلا هستند و برای تهیه آنها ساعت‌ها وقت صرف شده است باشید، باید از همین حالا اقدام کنید تا شاید یک سال دیگر شانس چشیدن آنها را به دست بیاورید. کیمیا قربانی. با اینکه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی مراسم افتتاحیه المپیک پاریس رو پخش نکردن، اما رژه تیم المپیک ایران بر رود سن با لباس‌های سفید و مشکی موجی از انتقاد در پی داشته. روزنامه‌ها مسئولان ورزشی را متهم به بی‌سلیقگی کردند و لباس تیم را مایه شرمساری دانستند. برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح تهران همراه هستیم اینجا در استودیو با همکارم محمد رهبر. محمد، المپیک و افتتاحیه‌اش در پاریس با اون شکوه و جلال و از طرفی ظاهر شدن تیم ایران با اون لباس‌ها که انتقادهای زیادی از سوی کاربران در رسانه‌های اجتماعی داشته از دیروز، ولی به روزنامه‌ها هم کشیده، چه میگن روزنامه‌ها؟ اصلا بیشتر از این که اون شکوه افتتاحیه رو ازش لذت ببرن، ایرانی‌ها دچار یه شرمساری شدن از اینکه بچه‌های خوب ما که رفتن اونجا با هزار زحمت به المپیک رسیدن، چه لباس‌های بی‌قواره و بی‌نشانه‌ای رو تنشون کردن. روزنامه اول پیام ماست که همون هد یعنی در واقع تیتر یکش رو به پاریس اختصاص داده و گفته که این اون چیزی که الان داریم می‌بینیم مایه شرمساری است، واقعاً یک بی‌سلیقگی کامل بر که اتفاق جدیدی هم نیست. تقریبا میشه گفتش که در هر حضور بین المللی ورزشکارانمون، چه زن و چه مرد، این به دنبالش میاد. این دلیل اصلیش این هستش که شما آزادی بیان، آزادی پوشش ندارید و به خاطر همین هم سلیقه ها به سلیقه های زیبایی نیست. نگاه میکنم ببینم کدومش پوشیده تره، کدومش با
فلان آخوند و نظرش بیشتر همخوانی داره. روزنامه پیام ما در این مورد اومده و خب رژه بی‌سلیقگی روی لباس المپیکی ها همین هست، یعنی با یک طراحی هم صحبت کرده، گفته اصلا مسئله این نیستش که طراحی شده نشده، مسئله اینه که این سلیقه از کجا اومده، چون مطمئنا خیلی از طراحا طرح میدن همه رو دور میریزن، اون چیزی که آخر انتخاب میکنن یه لباس سفید بوده که هیچ نشانی از ایران نداشته، مگر اینکه اون پرچم رو اینجا زدن و مشخص شده که اینها ایرانی هن. به هر حال بغل اون آرم المپیک روسا ایرانی که گرفته بودن اینه که مانتو خانم بعد 20 سانت بلندتر باشه. بله خودت میبینید چی میشه دیگه. حالا روزنامه بعدی روزنامه جمله خیلی سریع‌تر اومده و گفته که این مایه شرمساری است این لباس‌هایی که بر تن قهرمانان ایران کردن و گفته بعضی از این مسئولان ورزش گفته وقت نبوده. یعنی چی وقت نبوده؟ المپیک کاملا مشخص است که 4 سال بعد مثلا برگزار میشه در فلان شهر برگزار میشه و همه کشورها وقت داشتن الا اینها، یعنی همه اومدن از الگوهای ملی خودشون در لباس استفاده کردن غیر از ایران که ما هیچ المانی نمی‌بینیم. حتی اون یوز پلنگه که بعضا میومد روی لباس‌ها هم اون هم مشکل پیدا کرده بود، اون هم دیگه نیومده و ما با همین طرح خامی روبرو هستیم که بر تن جوانان ایران کردن. احتمالاً کلمه پلنگش مشکل داشته. مشکل دارن هم به همه چی مشکل دارن. خب به بعدی برسیم، روزنامه اقتصاد پویا که اومده در مورد ورشکستگی صنایع ایران با این وضعیت خاموشی ها گفته، یه نکات ریزی رو برشمرده که ما نمیدونستیم، مثلا این که مثلا توی جاهایی که در واقع مسائل ذوب فلز دارند و اینها، اون آجرهایی که در کوره ها هست باید مدام روشن باشه و وقتی اینها رو خاموش روشن میکنن کلن آجره به باد میره، صدها هزار میلیارد صدها میلیارد تومان باید خرج بکنن که دوباره اون رو درست کنن، یا در صنایع آلومینیوم هم برق رفتگی باعث میشه که دوباره به مدار اومدن سلول های انرژی 400-500 هزار دلار خرج برداره، یه همچین وضعیتی پیش میاد و طرف ورشکسته میشه نداره چنین خرج هایی رو انجام بده. روزنامه بعدی رو هم ببینیم، روزنامه ستاره صبح و به حال هر دم از این باغ بری میرسد همین هستی، یه باغ 3000 متری رو پروندهش تو شورای شهر گم شده، یه باغ 3000 متری در تهران در شمال تهران که خدا تومن قیمت داره پروندهش گم شده از شهرداری آقای زاکانی بری میزد. همین کاری کرده زاکانی، رفته مجوز داده به این، مجوز به این دادن، نصف درختار رو قطع کردن، برج باغ ساختن، بعد اصلا معلوم نیستش چه کسی هست، اسمش چی بوده و یک سود هنگفتی هم بردن، معاونت های آقای زاکانی هم تو این مسئله دخیل بودن، دقیقا مثل دوره قالیباف که همه با هم انجام میدادن، بعد قالیباف نمیدونه سلاح بود یا قالیباف مقصر نبوده، در این دوره هم همین اتفاق داره میفته و نشون میده که مدیریت انقلابی آقای زاکانی هم گویا آخرش به مستکبران و اینها میرسه سود و اینهاش. بله به آخری برسیم، به روزنامه شرق و این زمین تهی که چه اسم خوبی زدن، یه فیلم علمی تخیلی هم در این مولد بود و اصلا جولی برن و اینها، ولی خب متاسفانه واقعیش داره سر ما میاد. الان در تهران میدان ونک، خیابان ونک اونجا ریزش کرده و از خاک نامهربان تهران نوشتن. در شرق اینو دقت بکنید که این ریزش ها تماماً به دلیل اشتباهات ما در مدیریت هست، آب‌های زیرزمینی برباد رفته و زیر خالی شده و این گفته که خیلی جاهای دنیا دارن با این مقابله میکنن، ولی خب تکنولوژی هایی که میخواد اون ما برسه بعد از صد تحریم ها بگذره و روابط جمهوری اسلامی بعد چقدر وسیع باشه و دنیا که همچین کمک هایی رو بتونه بگیره که من بعید میدونم که بشه. حالا چه اتفاق. متشکرم از شما محمد رهبر، همکارم جای در استودیو همراه ما با مروری بر مطبوعات امروز تهران. یه سری بزنیم به پاریس، تصاویر زنده داریم از محل برگزاری بازی‌های المپیک پاریس. میدونیم که امروز در دومین روز از این بازی‌ها ورزشکاران ایرانی، تیم پناهندگان و همچنین اعضای کاروان ورزش ایران در رقابت‌ها حاضر خواهند شد. اعضای کاروان ایران در سه رشته قایقرانی، تیراندازی و تنیس روی میز به مسافه حریفان خود خواهند رفت. چین نخستین مدال طلای بازی‌های المپیک پاریس رو از آن خودش کرده. تصاویر زنده از پاریس رو داشتیم تماشا می‌کردیم. نیلوفر پور ابراهیم از فنزون هتل جوویل پاریس برای ما
با ما ارتباط برقرار کرده. نیلوفر، بیشتر از تو بشنویم از حواشی که وجود داشته از وضعیت پاریس و بازی ها. همونطور که اشاره کردی امروز دومی روز حاشیه ها همچنان ادامه داره. اول از همه به این اشاره کنم که برگزار کنندگان بعد از اینکه انتقادهای بسیاری شده بود به خصوص از طرف اسقف‌های کاتولیک فرانسه در مورد مراسم افتتاحی بخشی از این مراسم و رنجشی که براشون ایجاد شده بود، مسئولان برگزاری گفتن قصد توهین یا رنجوندن کسی، فردی یا حتی مذهبی رو نداشتن. هدف اونا بالا بردن تحمل جامعه بوده که فکر می‌کنن این هدف رو با موفقیت انجام دادن. اشاره در واقع اشاره ها به بخشیه که در یک برنامه نمایشی و رقص و موسیقی اون صحنه شام آخر مسیح در واقع به تصویر در اومده بود با حضور هنرمندان ترانسجندر و همینطور حضور یک هنرمند فرانسوی که تقریبا نیمه برهنه روی این میز در واقع ظاهر شده بود و خیلی ها اون رو توهین‌آمیز خونده بودن. حالا عذرخواهی کردن در مورد این. به غیر از این صحبت ها در مورد تخریب سیستم حمل و نقل، خرابکاری در سیستم حمل و نقل ریلی فرانسه تقریبا میتونیم بگیم دیگه به پایان رسیده. این سیستم اونطور که مسئولانش دارن میگن به طور کامل بازسازی شده و احتمالاً از امشب دیگه رفت و آمدها به صورت عادی در میاد، البته اگر که مشکل دیگه‌ای بعداً پیش نیاد. و گفتن که تمام تلاش رو دارن به کار میبرن که عملیات دیگه‌ای بر روی این ریل‌ها انجام نشه. به غیر از اون نامه‌ای ارسال شده به رسانه‌های فرانسوی بدون اسم آوردن از گروهی که مسئولیت این حمله رو در واقع به عهده گرفتن و گفتن که هدفشون ضربه زدن به مسابقات المپیک بوده که با موفقیت به گفته اونها انجام شده. کارشناسان میگن دارن بررسی میکنن که ببینن این از طرف چه کسانی ارسال شده، ولی معتقدن شکل نوشته شدن نامه و صحبتایی که در اون شده بیشتر شبیه به اهداف یا آرمان ها و اشاره هایی که از طرف معمولا آنارشیست ها یا اکتیویست های فعالان بسیار رادیکال محیط زیست معمولا انجام میشه. شب گذشته هم گزارشی منتشر شده بود در مورد گزارش های امنیتی از طرف در واقع مقام های امنیتی فرانسه و نگرانی هاشون از اینکه احتمال داره فعالان محیط زیست رادیکال بخوان اختلال ایجاد بکنن در پروازهای و فرودگاه ها در فرانسه و گفتن که آمادگی رو دارن کسب میکنن برای اینکه اجازه چنین چیزی رو ندن. میدونیم که باران شدیدی که روزهای گذشته در پاریس باریده باعث شده که تمرینات در رود سن هم فعلا لغو بشه، ولی امیدوارم که بتونن بازی هایی که در روی رود سن هست و سه شنبه چهار شنبه انجام بدن. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما در طول روز با تو بیشتر خواهیم بود. وقت خوش.